درود به کرام میفرستم به مردم شریف و قهرمان ایران، ایرانیان در هر کجای دنیا که هستید. امیدوارم خوب و خوش و سلامت و البته ورزشکار هم باشید. بسیار خوشحالم که خدمتتون هستم. با افتخار به اتفاق همکارانم در برنامه شدیم 519 برنامه سود از چنل سود در یوتیوب است که در این یک شنبه شب پایانی سال 1401 تقدیم حضورتون میشه. یعنی الان که یک شنبه شب هست و برنامه تقدیم حضورتون میشه، فردا دوشنبه یعنی بامداد سه شنبه به وقت ایران سال 1401 به اتمام خواهد رسید و نوروز باستانی و سال جدید 1402 آغاز خواهد شد. امیدوارم که ساعات لحظات خوبی تا پایان سال داشته باشید و سال 1402 و نوروز باستانی رو به خوبی و با سلامتی و تندرستی آغاز بفرمایید. امیدوارم سال 1402 سال پیروزی مردم ایران بر نظام فاسد اسلامی باشه، سالی پر از شادی و نشاط باشه، سالی که مردم ایران بتونن یه نفسی به راحتی بکشن. میرم و برمیگردیم خدمت شما هستم. به حضور ایرانیان درجه یک، علاقمندان ورزش و دوستداران صفحه سود عرض ادب و ارادت میکنم. یه بار دیگه پیشاپیش فرا رسیدن سال نو 1402 نوروز باستانی رو صمیمانه تبریک عرض میکنم. امیدوارم در هر کجای دنیا هستید سالم و تندرست و برقرار باشید. سالی که داره به پایان میرسه رفته رفته و فردا دوشنبه روز پایانش هست، سالی بسیار تاریخی برای مردم ایران بود. سالی که قیام مردم ایران در شکل با کشته شدن مهسا امینی، دختر نازنین ایرانی، دختر کرد ایرانی، به دست رژیم فاسد اسلامی این قیام جرقش زده شد و تا همین الانی که ما هم داریم صحبت میکنیم این قیام ادامه داره. مردم ایران روزهای بسیار سختی رو سپری کردن با نظامی فاسد و آدمکش تا بن دندان مسلح روبرو هستن. جوانان بسیاری رو از دست دادن توسط این دشخیمان آدمکش، جون خودشون رو از دست دادن. چه جوانان نازنینی بودن، دختران و پسران، از مهسا، از سارینا، از خدانور، کیان پیرفلک و حمید روحی و بسیار دیگه که روحشون شاد باشه. قطعا مردم ایران انتقام خون این عزیزان رو خواهند گرفت و آینده از آن مردم ایران و جوانانی هستش که مطمئنن این جوانان عرصه را ترک نخواهند کرد و در میدان خواهند بود تا روزی که این قده سرطانی رو از منطقه به بیرون بفرستن. خدمتتون عرض بکنم که سال 1401 برای ورزش ایران سالی پرفراز و نشیب بود. خدمتتون عرض بکنم جام جهانی 2022 قطر انجام شد، نتایجی که تیم ملی نظام جمهوری اسلامی کسب کرد، ورزشکارانی که با مردم بودن مثل علی دایی، علی کریمی، رسول خادم، حسین معینی و الناز رکابی و قهرمانان دیگه‌ای که نام خودشون رو در تاریخ ورزش ایران به نیکی نوشتن و بسیاری دیگه هم بودن که یا مزدوری کردن یا با نظام بودن یا ساکت بودن و نامشون هست دیگه خیلی احتیاجی ندارم من بیام بزرگشون بکنم، نامشون اینجا اسمشون رو بگم، همه مردم بهتر از من میشناسن این مزدوران یاوه‌گو رو که به عنوان ورزشکار هستن. دوست خوبم حمید جباری توی این سالیانه، سالی که حمید جباری لطف میکنه تو برنامه سود همراه من و دوستانم اصلا کارشناسی میکنه مطالب ورزشی رو رویدا به خصوص فوتبالو، حتما با اصارات و فرمایشات حمید جباری آشنا هستید. آقای جباری، بارها با هم صحبت کردیم در این برنامه، شما اشاره فرمودید که سیستم مافیایی که بر ورزش ایران حاکمه به خصوص در فوتبال میدونه مهرهاش رو چیکار بکنه، کجا بچینه. بالاخره اون اسفامیلی که داشتن، بازی اسفامیل معروفی ایرانی ها تو مهمونی هاشون توی گرده هاشون بازی میکنن بچه ها به خصوص،
بالاخره اسفامیل اسم امیر قلعه‌نویی در اومد و هدایت تیم ملی فوتبال ایران رو به امیر قلعه‌نویی دادن. چه اتفاقاتی افتاد که بالاخره آقای قلعه‌نویی اومد و به نظر شما فکر میکنه که چه داستانی پیش روی تیم ملی باشه؟ شرایط چیه؟ واقعا این تیم ملی بعد از جام جهانی شرایط خاص خودشو داره، بعد آقای قلعه‌نویی اومده، مردم ایران در قیام هستن، ایشون یه جورایی به مردم ایران هم خیانت هم کرده بود، چون اومده با این نظام داره کار میکنه. کسی که میگفت 40 سال ظلم و فساد هست، چطور یه دفعه میره با همینا داره کار میکنه؟ نظرتون رو می‌خواستم بپرسم. عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای خسرویدی، همه بینندگان شما در سر تا سر دنیا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خدمت شما عرض بکنم در پاسخ این سوالتون، ببینید بعد از دو ماه بازی موش و گربه، یا بهتر بگیم بازی اسم و فامیل فدراسیون فوتبال، که همه ما میدونستیم فدراسیون فوتبال منابع مالی لازم رو برای جذب مربی خارجی نداره، بعد از رفتن آقای کیروش که همون زمان هم به ادعای آقای دسا کمک مربی ایشون داشتن با مدیران فوتبال قطر مذاکره میکردن، فدراسیون هیچ مهره ای رو مشخصا برای نیمکت فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال ایران نداشت. از اون تاریخ یه مدتی رو در سکوت خبری گذروندن و بعد از اون شروع کردن به بازی اسفامیل و دیدیم حدود 3-4 هفته پیش شروع کردن از برنامه گرفتن از مربیان لیگ برتر، یعنی مربیان داخلی. به اعتقاد من این رفتار یه توهین بزرگ بود به جایگاه نیمکت تیم ملی که بالاترین و والاترین جایگاه فوتبالی کشور هست، چرا که این جایگاه انقدر مقدس و قابل احترام هستش که شما نرید از مربی تیم دهم یا یازدهم جدول برنامه بگیرید. ببینید اگر ما قراره مربی داخلی رو هم استخدام بکنیم، باید مربیانی تو این گزینه ها قرار بگیرن که شایستگی این کار رو داشته باشن، حداقل مقام ها که در طول سالها کسب کردن و اون وجهی که در بین بازیکن ها دارن قابل قبول باشه. بعد از اینکه یحیی گل محمدی و علی دایی به دلیل حمایت از خیزش مردمی در لیست سیاه حالا حکومت قرار گرفتن، بین مربیان داخلی آقای حسین فرکی، آقای امیر قلعه‌نویی و خدمت شما عرض بکنم وحید هاشمیان گزینه‌های اصلی فدراسیون فوتبال و فرهاد مجیدی جزو گزینه‌های اصلی فدراسیون فوتبال بودن که حالا با توجه به مذاکراتی که پیش رفت تا آخرین لحظه هم تأمل کردن که آقای فلیکس سانچز جوابشون رو بده. اما این رو فراموش نکنیم، فوتبال ما ساختار مناسبی نداره، نه ساختار مناسبی داریم نه امکانات و شرایط استخدام یک مربی حرفه‌ای داریم. هیچ مربی خارجی و حرفه‌ای نمیاد رزومش رو برای آقایون در فوتبال ایران به قول معروف زیر سوال ببره. یک مربی خارجی وقتی میاد اینجا امکانات میخواد، زمین مناسب میخواد. شما نمیتونی به مربی خارجی بگی آقا امروز زمین نداریم، برید زمین الیاف تمرین بکنیم، رخکن نیست، بریم پشت شمشادا لباس عوض بکنیم یا با شلنگ دوش بگیریم بعد از تمرین. این مسائل رو یه مربی خارجی نمیتونه قبول بکنه. یا در مواجهه با فیفا دی ها نمیتونی به مربی خارجی بگی آقا ما تحریم هستیم، هیچ فدراسیونی قبول نمیکنه بیاد با تیم ملی فوتبال ایران بازی کنه. نهایتا تیم ها حاضرن نهایتا بیان حوزه خلیج فارس، یکی از کشورها حوزه خلیج فارس با ما بازی کنن. من حسل مجموع در نهایت آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شدن که ایشون مدت های زیادی بود که چشمشون به نیمکت مربیگری تیم ملی بود و سرانجام به این جایگاه رسیدن و حالا باید ببینیم در فاصله 7-8 ماه مونده به جام ملت‌های آسیا ایشون با اتخاذ چه تاکتیک و روشی میخواد اون گذشته رو از ذهن اهالی فوتبال پاک بکنه. بسیار ممنونم از حمید جباری عزیز، دوستان خوبم، ایرانیان علاقمند ورزش، هموطنان درجه یکم، مایه افتخار من است که یک شنبه شب با خدمتتون هستم. به اتفاق دوستان خوبم در برنامه سود از طریق چنل سود در یوتیوب هستیم. دوست خوبم شیرین زیرنویس میکنه ارتباط، راه ارتباطی ما رو لطفا برید سابسکرایب بکنید. واقعا تنها راه حیات و ادامه کار ما همینه، ما چیز دیگه ای نداریم، امکانات دیگه ای نداریم، فقط و فقط امیدمون اینه که شما ما رو همراهی بفرمایید. لطفا در اینستاگرام برید و فالو کنید، در فیسبوک هم به صفحه سوت رو لطفا لایک بفرمایید.
همه جان همین سوال از جناب علی هم دارم، میخواستم نظرتو بپرسم. آیا بازیکنانی که من نامشون رو اسم بردم، شما هم در برنامه قبلی به خوبی اشاره فرموده بودید، به خصوص در جام جهانی قبل از جام جهانی، یه جورایی آقای اسکوچیچ و یه جورایی همین بازیکنان به در خروج نزدیک کردن، آیا همین بازیکنان بیان با مربی مثل امیر قلعه‌نویی که در ایران کار کرده و سنتی هم هست و بیشتر به طیف سمت علی پروین نزدیکه، با این مربی میتونن کار بکنن؟ آیا شما فکر میکنید در آینده این تیم به مشکلی بر خواهد خورد یا نه؟ خدمت شما عرض بکنم آقای خسرو جلدی، دقیقا همین موضوعی که شما اشاره کردی. ببینید، قالب ترکیب تیم ملی فوتبال ایران رو بازیکنانی تشکیل میدن که در اروپا بازی کردن، با مربیان بزرگ فوتبال اروپا کار کردن. همین بازیکنانی هم که در داخل ایران هستن، قاعدتا امیر قلعه‌نویی، صادقانه باید بگیم، ما با توجه به پتانسیل فوتبالمون، با توجه به نتایجی که فوتبالمون در طی این سالها گرفته و ساختار فوتبالمون، باید بگیم مربیان داخلیمون چیز آنچنان، یعنی دانش آنچنان زیادی ندارن که به بازیکنان انتقال بدن. بازیکنها هم به خصوص بازیکنانی که بیرون ایران فوتبال دارن میکنن، قطعا اگر تمرینات آقای قلعه‌نویی و مجموعهشون تمرینات مدرنی نباشه، تمرینات بروزی نباشه، مطمئن باشید به دو سه ماه کشیده نمیشه که صدای اعتراضشون در میاد و به قولی تو کار مربی میذارن. آقای قلعه‌نویی اگر میخواد واقعا با تیم ملی نتایج خوبی رو بگیره، باید تعارف رو کنار بذاریم. ایشون نباید هیچ مربی داخلی رو در کادر تیم ملی استفاده بکنه. باید حالا که فدراسیون فوتبال $1-2 میلیون حداقل تو هزینه استخدام سرمربی صرفه‌جویی کرده، از فدراسیون فوتبال بخواد که بهترین دستیاران رو، از دستیار اولش، از تمرین دهنده، از مربی دروازه‌بانان، از بدنساز و تمام به قول معروف دستیارانش که تو کار فنی هستن، به خصوص حتی آنالیزورها، بخواد بهترین نفرات رو در کنارش قرار بدن تا بتونه به قول معروف تمرینات مدرنی داشته باشه، تمرینات بروزی داشته باشه که بازیکنها اشتیاق کار کردن با این سرمربی رو داشته باشن. اگر آقای قلعه‌نویی رو بخواد مثل عادت اکثر مربیان ایرانی حالا رفیق بازی بکنه، از مربیانی که سابق بر این با ایشون همکاری کردن استفاده بکنه در تیم ملی، مطمئن باشید بازیکنان بعد از یه مدتی این مسائل رو به رسانه ها و فضای مجازی میکشونن و حاشیه ها شروع میشه. حالا باید انتظار بکشیم ببینیم آقای قلعه‌نویی چه تصمیم میگیرن راجع به دستیارانشون و چه نفرات رو کنار خودشون برای شروع تمرینات تیم ملی انتخاب میکن. ممنونم از حمید جباری عزیز. اما واقعا جای تأسفه، این همه پتانسیل فوتبال ایران داره، چشمه جوشان بازیکنه، اما واقعا میان به راحتی میان دست مربیانی مثل صمد مرفوع میدیم. یا آقای مرفوع میرفت خونش، راحتی ما به نابودی کشوندن. یا آقای میرشاد ماجدی زمانی اشاره میکرد که آقا ما باید بریم قهرمان آسیا بشیم، الان میگه با امیر قلعه‌نویی چهارم آسیان بشیم اوکیه. آقای ماجدی واقعا یعنی ما با این وضعیت بریم تو چهارم آسیا از نظر شما اوکی؟ چون رفیقتون سرمربی تیم ملی شده، فیلم نوار تو آرشیف هست، برید صحبت های آقای میرشاد ماجدی توی آرشیف، هم تصویراش هست هم صحبت های مکتوبش هست، برید نگاه بکنید. ایشون میگه ما اول یا دوم آسیا باشیم، الان میگه تو چهارم باشیم اوکیه. خب این چه بساطی درست کردید؟ این $20,000 که برای خودتون اونجا جمع کردید چیه داستانش؟ آقای جباری الان به همین موضوع من اشاره کردم، سال 1401 برای فوتبال ایران سالی حساس بود که ما در جام جهانی اون سنگین ترین شکست تاریخمون با آقای کیروش تجربه کردیم و بعدش اون دستاورد خیلی خوب داشتیم. همین فدراسیون فوتبال پاک دستی که خودشون دارن اسم میارن، رفتن برای فقط یه بازی با ولز که بازی رو بردن، از اون بالا تا پایین برای خودشون پاداش در نظر گرفتن. مگه میشه؟ یعنی همون زحمتی که بازیکن تو زمین کشیده، آقای افشاریان، آقای تاج، آقای کسای دیگه بیان برن اونجا پولاشونو بگیرن،
یا آقای ماجدی بعدش هم میان اشاره میکنن میگن که مصوبه قانونی بوده. چه قانونی بوده؟ زمانی که مردم ایران الان سفره‌هاشون خالیه، مصوبه چی قانونی شما داشتید؟ به خاطر یه بازی برید میلیاردها تومان پول بگیرید؟ نظرتون آقای جباری میخواستم بپرسم. عرضم به خدمت شما آقای خسروجلدی، راجع به این موضوع هم بذارید من اینجوری به شما بگم. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بابت کار نکرده، زحمت نکشیده، نشستن دور همدیگه یک مصوبه‌ای رو خودشون به امضا رسوندن و برای خودشون پاداش 20,000 دلاری در نظر گرفتن. ما رو یاد اون مسئولی تو حکومت ایران میندازه که برای خودش پاداش و مرخصی رد کرده بود و این اتفاق در تمامی حوزه‌ها در اون کشور داره رخ میده. من واقعا متعجب هستم چه خود مهدی تاج، چه تمام اعضای هیئت رئیسه که این مصوبه رو امضا کردن و برای خودشون پاداش در نظر گرفتن، آیا قبول میکنن اگر یک قراردادی رو به عنوان به مثال قرارداد آقای ویلموتس رو منعقد کردن و نزدیک 6 میلیون یورو به فوتبال ایران خسارت زدن، آیا اونجاها هم قبول میکنن که خسارت رو از جیبشون پرداخت کنن همونجوری که تو پاداش ها سعی میکنن خودشون رو سهیم بکنن؟ واقعا تو این شرایط اقتصادی با این وضعیت مردم اینها خیانته و ما دیدیم آقایون نزدیک 2 تا 3 هفته با خرج فدراسیون فوتبال، با دلارهایی که میتونست در فوتبال، من صحبت میکنم در خود فوتبال، در تیمهای پایه هزینه بشه تا اون تیمهای پایه بیشتر پیشرفت بکنه و نتایجی که ما داریم میبینیم بسیار ناامید کننده است. بهتر نتیجه بگیریم، اون پولها رو آقایون به عنوان پاداش برمیدارن و ادعا هم میکنن که اینها مصوبه است و هیچ مشکل قانونی هم نداره، در حالی که به اعتقاد من همین که آقایون در فدراسیون فوتبال هستن، همین که از کنار فوتبال به شهرت رسیدن و فوتبال براشون شده سکوی پرتاب، هیچ جایی از اعراب نداره که برای خودشون همچین مسائلی رو مطرح بکنن و دنبال سهم‌خواهی باشن. همین که شما 2-3 هفته با پول بیت‌المال میری بهترین هتل‌ها، بهترین رستوران‌ها و حتی پول تو جیبی دریافت میکنی، به اعتقاد من هیچ موقع اینها پذیرفتنی نیست و باید به این مسائل رسیدگی بشه. اما همه ما میدونیم هیچ نهاد نظارتی تو ایران وجود نداره که بخواد به این به قول معروف ساختار شکنی ها و این خدمت شما عرض بکنم مسائل غیرقانونی که واقعا تو هیچ جای دنیا ما از این مسائل نمیبینیم، به اعتقاد من باید پایان داده بشه. من شنیدم یکی از مقامات فدراسیون فوتبال میگفت اینها پولهای فیفا هست و ما مشکلی نداره اینها رو برداریم. درسته فیفا این مبالغ رو میده برای رشد و توسعه فوتبال، نه برای پول تو جیبی آقایون و نه برای اینکه کاری که نکردید شما بیاید سهم بردارید. امیدوارم یه اتفاقی بیفته که دیگه شاهد این مسائل نباشیم. بسیار ممنونم از حمید جباری، عذرخواهی میکنم از دوستان خوب همراه و بیننده که کمی من تون شدم، اما واقعا انصاف و عدالت هم خوب چیزیه. این روزها مردم ایران برای سفره‌هاشون پولی ندارن، شب عیدشون خجالت خانواده‌شون رو همراه دارن و شما میاد میگه ما مسبب قانونی داشتیم. چه مسبب قانونی داشتیم؟ به کدوم دلیل؟ با کدوم برهان؟ و اینکه هیئت رئیسه شون خواهد رئیسه سر تا پا فاسدیه. جوان ایرانی یک قرون تو پول تو جیبش نیست، شب عیده. خیلی از خانواده هستن، پدران و مادران شرمنده خانواده هاشون هستن، بعد شما میگه ما مسبب قانونی داشتیم؟ واقعا شرم بر شما. ما با هم خیلی صحبت کردیم تو برنامه سو توی سال گذشته و اول فصل و اواسط فصل. واقعا شما همون اوائل هم اشتادیم فهمودی که پرسپولیس تیمش رو خوب بسته و مهیا، همه چی مهیا هست واسه این که این تیم بتونه قهرمان بشه و ناکامی فصل قبلش جبران میکنه. اما چیزی که الان میبینیم، مثلا این تیم در بازی با سپاهان جلوی تماشاگره خودش 80 دقیقه میده دفاعی بازی میکنه، این نشون میده سرمربی این تیم با ترس وارد زمین شده. خواستم از جناب عالی بپرسم چقدر این تقصیرها به سمت آقای گل محمدی و
بخت پرسپولیس رو برای رسیدن به قهرمانی چقدر شما میدارید؟ خدمت شما باید عرض بکنم که ببینید اگر خاطرتون باشه، من نمیدونم تو آرشیوتون قطعا دارید شماره برنامه رو، نمیدونم ما شما یک سوالی راجع به پیشبینی این فصل از بنده پرسیدید، من دقیقا اون شماره برنامه رو خاطرم نیست. من مربع مدعیان قهرمانی رو اسم بردم، تیمها رو نام بردم و گفتم با توجه به شرایط تیمها و اون روزها با توجه به شکل یارگیری تیمها، من اسامی تیمها و پیشبینیم رو از مدعیان این فصل قهرمانی اعلام کردم. راجع به پرسپولیس هم ببینید، من اجازه بدید این هفته بازی تموم بشه، قطعا راجع به پرسپولیس و اتفاقاتی که داره هلوهوش تیم فوتبال پرسپولیس میفته میتونیم بیشتر و بهتر صحبت بکنیم. ولی همونجوری که شما فرمودید، تیمی که حداقل 5-6 امتیاز با تیم دوم فاصله داشت و میتونست با یک به قول معروف آرامش بیشتری ادامه مسابقات رو به پایان برسونه و راحت قهرمان بشه، به خاطر مسائل حاشیه‌ای، به خاطر اینکه متاسفانه کادر فنی این تیم با همه احترام دنبال بهانه‌جویی هست. ببینید من بذارید صادقانه با شما صحبت بکنم، آقای یحیی گل محمدی در انتهای تمام بازی‌های این چند وقت اخیر پرسپولیس مشکل مصدومیت، مشکل داوری، مشکل رفتن لوکادیا و از این دست مسائل رو بهانه‌ای برای پوشوندن ضعف‌های تاکتیکی خودشون برشمردن، در حالی که ببینید فوتبال یک مبارزه و یک جنگ واقعی هست و شما دائم باید برای مسابقات بعدی آماده بشید. اینکه شما دائم بخوای بهانه بیاری و مسائل نخنمای گذشته رو دلیل ناکامی بدونی، به اعتقاد من برای هواداران، برای اهالی فوتبال به هیچ وجه قابل قبول نیست. مطمئنن آقای یحیی گل محمدی خودش میدونه که هواداران از نتایج بازی این تیم راضی نیستن، از شکل بازی این تیم راضی نیستن، از تعویض‌ها و ارنج این تیم راضی نیستن، از شکل آنالیز تیم‌ها مشخصه که هواداران با توجه به اون چیزی که ما در فضای مجازی و بطن جامعه می‌بینیم راضی نیستن. و خدمت شما عرض بکنم این تیم با این شکل تفکر به اعتقاد من نتیجه نخواهد گرفت و در انتهای فصل حتی رتبه سوم رو هم به زحمت کسب خواهد کرد. امیدوارم که هر چی که اتفاق میفته برای اهالی فوتبال مفید باشه و اونها از این چرخه فوتبال لذت ببرن و بتونن استفاده بکنن. بسیار ممنونم از دوست خوبم حمید جباری عزیز. امیدوارم که سال 1401 که ساعت پایانش داره سپری میشه تا لحظه آخر برای همتون به خوبی و خوشی پیش بره و سال 1402 رو با سلامتی و تندرستی آغاز بکنین. امیدوارم سال 1402 سال آزادی مردم ایران باشه، سالی باشه پر از نشاط و سالی باشه که مردم ایران نابودی نظام فاسد آدمکش رو جشن میگیرن و مطمئن باشید خون جوانانی که ما از دست دادیم و این مردم اجازه نخواهند داد پایمال بشه. شب و روزتون خوش، سال نوتون مبارک.